آقای بنی‌صدر بعد از واقعه طبس که جزئیاتش رو میدونیم، ظاهرا شما در مقام رئیس جمهوری دستور دادی این که منطقه رو بمباران بکنند که چند پاسدار هم در آنجا کشته و قربانی شدند، یک پاسدار به نام عادل غفوری. چرا این کار را کردی؟ یک پاسدار بود، همین که شما گفتید چند پاسداری نبود. اینکه اون پاسدارها به چه به اجازه کی اونجا رفته بودن؟ فرماندهشون من بودم. کی به اونا اجازه داده بود برون اینجا؟ یعنی فرمانده پاسدارا شما بودی؟ بله، فرمانده کل قوا بودم دیگه. بله، از اونجا هست. به چه مناسبت بدون اجازه رفته بودم اونجا؟ مسئله اینجاست که رئیس ستاد شادمه، یعنی بعد من در با هواپیما به تهران می آمدم از خوزستان، گفتن که این در طبس تصادف شده، هواپیمای امریکایی و چند تا هلیکوپتر اونجا نشستن و از ستاد ارتش گفتن. من به اون خلبان گفتم برو بالای اونجا ببینیم چی. اون آجدان نظامی من گفت اگر اونجا بودند و شلیک کردن کدوم خوب میکنن، نمیشه که اینا آمدن داخل وطن ما، ما حداقل خطر رو نپذیریم و بفهمیم چی بشه. رفتیم از بالا و دیدیم اون منظره. آمدم در تهران و تلویزیون و مصاحبه و گفتم که این وقت اینجوری دیدم اینجوری اونجور. پرسیدیم از ستاد ارتش که اینا چجوری آمدن تا اونجا. گفتن که اون امریکایی ها نقاط کور رادارهای ما رو همه رو کسی اونا از اونا میدونن، خیلی راحت میتونن از اونا عبور کنن بیان، هیچ کس هم نفهم. پس شادمهر اول شب تلفن کرد، هوا داشت تاریک میشد، گفت که اگر اینها او نظرش این بود که اساسا این قضیه رو برای این آوردن که ایجاد سوء ظن بکنن نسبت به نیروهای مسلح و ارتش و دوباره این ارتش رو متلاشی کنن، یعنی این آقایان روحانیون رو باز بیندازن به جان این ارتشی ها که شما با امریکایی ها چنین چنان دارید و دیگه رو به من را بندازن، و اگر بردارن شب اینها رو ببرن دیگه هیچ آبرویی برای ما به عنوان ارتش تو دنیا نمیمونه. از من اجازه خواست که ملخ های این هلیکوپتر ها رو بزنن از بالا که نتونن ببرن. همین حالا در حینی که داشتن ملخ ها رو بمبارانی نبود به اصطلاح تیرباران بود برای زدن ملخ ها، اون ملخ ها رو هم زدن، اون هلیکوپتر هم سالم اونجا مونده غیر از یکیش که صدمه به او بیشتر شده بود. رفتم به اونجا، هم هرچی مدارک بود همه هم سعی سالم برداشتن آوردن. اخیرا هم کتابی تازه از امریکا برای من فرستادن که نسبت به کارهای قبلی میشود کار جدید درباره اکتبر سرپرایز. در اونجا این داستان آورده به دو تا دیگه سیایه یه تحریف داشت برای بیرون بردن گروگان ها. من میشه نه این چیزه هم که این آقایان ملتاری ها ساخته بودن که نه چی قصدی داشتن و با کی قرار داشتن و با کی مدار داشتن و با هم ارتش چه بود و با ایکی چه بود، همش ساخته که همش دروغه. اونا یک تحریف اومد سیایه که این بوده که بیان جلو اون چیز اشخاص ایرانی رو ببرستن به عنوان پاسدار و اینا جلو سفارت، دیدن که شما تا حالا کاراتون کردید و چون خطر این هست که امریکایی‌ها اینجا رو بمباران کنن، ما دستور داریم از امام مثلا که اینها رو برداریم ببریم در جای دیگری نگهداری کنیم، بعد بیارن در کنار شهر و اونا هم سوار هلیکوپتر کنن ببرن. از امریکایی ما هست که این قدرت جهانی اینقدر ساده اندیشه. اینه تو کتاب نوشته ها کتاب شما گفته. تر آقای کارتر این بوده که نه، خود امریکایی ها باید ترتیب به عنصر ایرانی تکیه نداشته باشه، به خود افراد امریکایی این کار انجام بده. این به همین سازگی. حالا من معتم از این که گاه بسیار این از شما پنهان نمی کنم، بارها شاید هر دو سه روز یک بار به مناسبت یک مسئله از خود میپرسم آخه این غربیا با این ید و بیضا چجوری حاکم شدن بر کشورهای ما؟ و پاسخی پیدا کردی؟ بله، پاسخش در ضعف ماست. بله اینا خودشون دست و پای خودشون نمیتونن اداره کنن، گاهی آدم ماتش میبره در اداره امور خودشون، اینجور درماندگی دارن.
ما این که می رویم دنبال اینها میاریم ارباب برای خودمون می سازیم از اینها بلا واقعا اینا دستشون به هیچ جا بند نیست اگر ما نخواهیم وابسته به اینها باشیم و بخواهیم آزاد و مستقل زندگی کنیم.